سلام و وقت شما بخیر به مجمع خبری ساعت 6 با من منیر صمدی از هزار اولد خوش آمدین. در نخست سر خط خبرها، جسد یک مرد در بامیان از یک جوچه پیدا شد. امر به معروف طالبان در بلخ ورود زنان به پارک های تفریحی را ممنوع کرد. یک دختر جوان در ننگرهار توسط برادرش به قتل رسید. وزیر خارجه آمریکا به دلیل مصروفیت نمیتواند درباره افغانستان در کنگره شهادت دهد. جبهه مقاومت حملات به مراکز دیپلماتیک از جمله سفارت روسیه در کابل برنامه ریزی شده است. درگیری طالبان و داعش در شمال افغانستان. دفتر والی طالبان در بامیان می گوید که جسد یک مرد از روستای خوال در مرکز این ولایت از یک جویچه پیدا شده است. بر اساس اعلامیه دفتر والی طالبان در بامیان، این جسد صبح امروز چهارشنبه 28 سنبله پیدا شده است. دفتر والی طالبان هویت مقتول را غلام مهدی 39 ساله اعلام کرده و گفته است که او دهقان بود و با کسی خصومت شخصی نداشت. در این اعلامیه آمده است که هیچ زخم و جراحتی در این جسد دیده نشده است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت بلخ ورود زنان به پارک های تفریحی در مرکز و ولسوالی های این ولایت را ممنوع کرد. پیش از این دستور، علی‌رغم ممنوعیت سراسری ورود زنان به پارک ها، زنان و مردان در بلخ به گونه نوبتی در روزهای جداگانه به پارک ها می رفتند. و گفته منابع محلی، طالبان برخی اماکن تفریحی را به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند. اما نور محمد حقانی، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بلخ، روز یکشنبه دستور داده است که پس از این ورود زنان به پارک های مرکز و ولسوالی های این ولایت منع شده است. در نامه امر به معروف طالبان در بلخ که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، دلیل این ممنوعیت مختلط شدن زنان و مردان خوانده شده است. منابع در ننگرهار خبر دادند که یک جوان در شهر جلال آباد، مرکز این ولایت، توسط برادرش به قتل رسیده است. به گفته منابع، این قتل دیروز سه شنبه 27 سنبله در ساحه کوچه سید آقا در ناحیه اول شهر جلال آباد رخ داده است. یک منبع گفت که مردی با تفنگچه بر خواهرش تیراندازی کرد و او را جابجا کشته است. به گفته منبع، این مرد باشنده اصلی ولسوالی کامه ننگهار است. منابع انگیزه این قتل را خشونت خانوادگی می خوانند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که آنتن بلینکن فعلا نمیتواند در تاریخی که کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان این کشور مشخص کرده در کانگریس حاضر شود و درباره خروج از افغانستان صحبت کند. متیو میلر گفت که بلینکن کارهای مهم دیگری چون آتش‌بس در غزه دارد. کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً آنتن بلینکن را برای شهادت در مورد خروج این کشور از افغانستان احضار کرد. مایکل مکال، رئیس این کمیته، به بلینکن هشدار داد اگر در 19 سپتامبر در کمیته حاضر نشود، با اتهام اهانت به مجلس روبرو خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه 27 سنبله در یک نشست خبری در این مورد گفت آنتن بلینکن 14 بار در کانگریس در مورد افغانستان شهادت داده است. 4 مورد در برابر این کمیته بوده است. متیو میلر افزود که وزارت خارجه در تحقیقات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد افغانستان همکاری کرده است و اسناد را به این کمیته سپرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز سه شنبه در بیانیه گفت که داعش با استفاده از خلای امنیتی طالبان قصد حمله به سفارت‌های کشورهای منطقه به خصوص روسیه را دارد. این گروه ضد طالبان گفت که بر بنیاد اطلاعات استخباراتی که به دست آورده، داعش در حال طراحی یک دسیسه خطرناک علیه اماکن دیپلماتیک و نمایندگی‌های کشورهای منطقه در افغانستان است. جبهه مقاومت گفته
که سفارت روسیه به طور مشخص در معرض تهدید داعش است که پیش از این نیز موفق به حمله به این نمایندگی و کشتن کارمندان آن شده بود. جبهه مقاومت گفت که شواهد خود را به طور رسمی با پایتخت‌های آن کشورها با اشتراک گذاشته است. منابع محلی روز سه‌شنبه به هزاروالد گفتند که در درگیری طالبان با اعضای داعش در شمال افغانستان دو عضو داعش کشته شدند و دو تن دیگر زخمی و دستگیر شدند. به گفته منابع طالبان شش عضو داعش را در ولسوالی صیاد سرپل تحت تعقیب داشت که دو نفر از آنها فرار کرده اند. طالبان تا هنوز درباره بازداشت و کشته شدن اعضای داعش خراسان در ولسوالی صیاد ولایت سرپل به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. منابع میگویند قول اردوی 209 الفتح طالبان در شمال افغانستان سه‌شنبه 27 سنبله عملیات را در بند میرزا اولنگ منطقه میان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان و ولسوالی صیاد ولایت سرپل انجام دادند که در نتیجه آن دو عضو این گروه کشته و دو عضو دیگر این گروه را زخمی کردند. طالبان پیش از این نیز از کشته شدن اعضای داعش در بلخ و ننگرهار خبر داده بود. از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما بودید جهان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.